مرم به همه گی و خیلی خوشماله مسلما اگه شما هم تا الان زبان آلمانی رو خوندین و یک مقدار هم اومدین توش جلو و به سطح به رسیدیم رسیدین به سری اشتباه معمول و برخوردیم برخوردین که دیدین نه تنها خودتون بلکه کلی از دوستاتون هم همین اشتباه میکنیم. اشتباهات رایجی که معمولا زبان آموزا انجام میدن ما راجع به این موضوع تا حالا چند تا جلسه داشتیم امروز میخوایم با هم دیگه یه سری از اشتباهات رایج دیگر با هم ببینیم و یاد بگیریم که اینا رو تکرار نکنیم حالا نکتهش اینه که این اشتباهات بیشتر در سطح به یک هستن پس حتما تا انتهای جلسه همراه هم من هم باشین قبل اینکه بریم سراغ درس بودتون باشه که حتما کانال ما تو یوتیوب سابسکرایب بکنین دن لوس <متصفح> خب همونطور که گفتم امروز میخوایم با هم دیگه به اشتباهات رایجی که زبان آموزا در یادگیری زبان آلمانی انجام میدن صحبت بکنیم. بیشتر این اشتباهاتمون هم در سطح که خب قبلا تا ازشون اسم نبردیم یا کامل من توضیحشون ندادم. خب اشتباهات ما میتونن چند تا گروه مختلف داشته باشن میتونن توی آوازش پرخه باشن توی تلفظ باشن میتونن توی لحجه باشن میتونن توی قواعد یا گرامر باشن میتونن توی کلمات باشن استفاده یا کاربردی که از کلمات داریم یعنی میتونیم گروه های یا کتگوری های مختلفی از اشتباهات داشته باشیم الان تو این تخته میخوایم راجع به بیشتر اشتباهات گرامری صحبت بکنیم حالا این فقط یه مثالشه. ما قبلا با هم یاد گرفتیم اگه من بخوام چیزی رو نسبت به یک کسی نسبت بدم باید از اس استفاده بکنم اس گنیتیو گنیتیو یه اسمیه که شما هنوز خود گرامرش رو یاد نگرفتین یعنی ما کلا گفتیم که اسمها در زبان آلمانی چهار گروه میتونن داشته باشند: نومیناتیو اکوزاتیو داتیو و گنیتیو و اکوزاتیو رو که خوندیم تمام شده میدونین چجوری قانونش؟ قانوناش گنیتیو هنوز نخوندیم تنها چیزی که از گنیتیو توی آ یاد گرفتیم با همین بوده که اگر من یه اسمی داشته باشم بهش یه اس اضافه بکنم در واقع دارم کلمه بعدی رو به مالکیت کلمه اول میرسونم یعنی اگه بگم سوگنز بوخ یعنی کتاب سوگند اگه بگم سوگنز آوتو یعنی ماشین سوگن اینو راجبش صحبت کردیم حالا بعضی میان یعنی این اس رو جای اشتباهی استفاده میکنن یعنی چی میگن میگن ماینر من Meine Schwester's اینجا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه مثلا همسر خواهرم همسر حالا میتونه بگه شوهر خواهرم ولی میخواد بگه حالا همسر خواهرم من از من این غلطه کاملا غلطه این اسم کجا میاد؟ زمانی میاد که من بخوام از یه اسمی استفاده بکنم یعنی خود اسمه رو بیام اینجا اضافه بکنم یعنی بگم سوگنز من سوگنز بوخ این با سوگنده میاد حالا اگه من بخوام اینجا بیام توضیح بدم که آقا جان همسر خواهرم پس چی میشه یا باید از خود فرم گنیتیو استفاده بکنم که ما هم با هم دیگه نخونیم هست با هم دیگه بعدا یاد میگیریم یا از داتیو از فون یعنی بگم در من فون ماینا شوستا در من فون ماینا شوستا همسر خواهر من همسر کی همسر خواهر من این فونه داره قش مشخص میکنه این در کجا قرار داره پس چه من بگم من نشسته از من غلطه چه بخوام مثلا چیز دیگه بیارم حالا به خاطر اینکه با زبان انگلیسی ممکنه این موضوع یه مقدار اشتباه گرفته بشه و خیلی خیلی من دیدم که این اشتباه رو انجام میدین اینه که یه آپاستروف میذارین اینجا این اصلا دیگه غلط هم در غلط این کلا اصلا وجود نداره منش فست از من خودش غلط بود هیچی این آواسترفش هم غلطه حالا من گفتم سوگنز بوخ درسته ولی در صورتی که سوگنز بوخ من بدون آواسترف بیارم همون سوگنز من سوگنز بوخ آن از من این اپاستروف یعنی به هر حال پس غلطه این حالتی بود که ما باید از اس گنیتیو استفاده بکنیم حالا بریم بخونیم اون پوزیشن فادم نومن اس نامن آناس فرند سونس پلوس پس چی شد میگیم یکی گنیتیوی که با اس داره ساخته میشه قبل از اسمی بخواد بیاد فقط قبل از گروه کلمات اسمی فقط قبل با نام با آنا با سوگند با همچین چیزی مجازه که بیاد در غیر این صورت ما باید یا خود حالت گنیتیو رو بیاریم یعنی بگیم در من ماینش یا از فون استفاده بکنیم که بهش مربوطه این ماینش از من پس غلطه برای آنام هم که خودشو داریم آپاستروف استفاده کردن برای تعلق در آلمانی غلطه این از غلط اولمون اشتباه اولمون همراه من باشین میخوایم بریم یه سری اشتباه گرامری دیگه هم ببینیم خب میخوایم راجع به بقیه این غلط های گرامری صحبت بکنیم ون شتت الس قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم که اشتباها از ون به جای الس استفاده بکنیم خیلی دوره کوچیکی میخوام انجام بدم چون خیلی مهمه دیگه و خیلی خیلی یعنی حتی در سطوح ب و سه هم این اشتباه ها انجام میدن زبان آموزا فور ای ایگنس این این پس برای اتفاقایی که در گذشته یک بار اتفاق افتادن الس استفاده میشه ون استفاده نمیشه یعنی این ون به عنوان وقتی که زمانی که تو ذهنتون فیکس نذارین دیگه تکونش ندین آلس زمانی که میخوایم بگین یک بار اتفاق افتاده این که من تو یه سن نو سالی باشم هم یک بار تو زندگی من اتفاق میفته من 20 بار 20 سالم نمیشه من 20 بار 60 سالم نمیشه یه بار 20 سالمه یه بار 40 سالمه یه بار 60 سالمه به خاطر همین پس دوباره برای اونها بعد از آلس استفاده بکنم اینجا جمله نگاه کنین است ون فراو کووالسکی 60 سال alt war این غلطه است als Frau Kowalski, 60 Jahre alt war, hat gelernt. پس تازه این ارث به معنای اول نیست. اینجا به معنای تازه است تو فارسی. تازه زمان که خانم, کووالسکی 60 شست سالش بود یاد گرفت. تازه اون موقع بود. خب یه بار شست سالش بوده دیگه. است الس. میبینین فرا کوولسکی و نو این مل این Leben لیبن زیست alt الت اون زی هت نو این مل فمن گلند. پس هم یک بار شصت سالش بوده همون یه بار شنایات گرفته شما هر روز شنایات نمیگیری شما یه بار یاد که شنایات بگیرین که یادتون نمیره که فرلرننش که نمیکنین به اینکه یه چیزی یاد بگیریم یادمون بره میگیم فرلرنن زون من فرلنت نیست، فقن من فرلنت نیست. شومن من فرلنت نیستلشن زخن خب پس یه بار تو شست سالگیش بوده دیگه چون تو قبلا توضیح دادم صرفا یه اشاره کوچیک کوچیکی بهش کردیم نکته بسیار مهم که راجبش جلسه هم داشتیم غاین فال که بایم داتیو غاین داتیو حالا چرا من گفتم اکوزاتیو است چون داتیو اوبیکت و اکوزاتیو اوبیکت درسته ولی اگه من بخوام داتیو و اکوزاتیو و صفت در نظر بگیرم باید اه... خب حالا این انجونگش رو بذاریم دیگه حالا داتیو اوبجکت اون اکوزاتیو پس میگه ترتیبی که ما برای اوبجکت یا مف... مفعول نمیشه گفت چیزی که کار روش انجام میشه حالا مفعول یا متضمن تو فارسی معنی میده در حالت داتیو و اکوزاتیو داریم میدونیم که اگه دو تا اسم داشته باشیم اول داتیو بعد اکوزاتیو اگه یه پرونومن اسم داشته باشیم اول پونومن بعد اسم اگه دو تا داشته باشیم اول اکوزاتیو پس این موضوع رعایت کردنش مهمه خیلی تاثیرگذاره گذاره حالا یه سری جاها شما میبینیم که این موضوع رایت نمیشه چون دو تا اسم مثلا اونی که تأثیر یا تاکید بیشتری روش داری ما اول میاریم ولی توی پونومنا خیلی 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 مهم میشه این جایی هم که در بهتون میگم یه سری قانون مدنی من دیدم تو کتاب خود آلمان که این توش قطعا رایت نشده بود ولی حالا قانونش اینه که کسی که داره زبان یاد میگیره رایت بکنه Daťiv objekt steht vor objekt bei zwei Nomen. Pronomen stehen vor یعنی کل زمین داشته باشم قبل اسم قرار می گیره. Bei zwei Pronomen steht Akuzativ vor پس چی شد؟ دو تا اسم داشته باشم داťیو و اول آکوزاتیف یه پرونامن، یه اسم، اول پرونامن هم که زمیره با دو تا پرونامن، اول آکوزاتیف. همراه من باشید مثال این ببینیم. خب ما با هم راجع به یه سری اشتباهات گرامری صحبت کردیم. من می‌خوام ما هم راجع به یه سری اشتباهات کلمه ای صحبت بکنیم. یعنی اینکه خب فلان کلمه رو ما میادیم شاید از ترجمه فارسی یا شاید از ترجمه انگلیسی استفاده می‌کنیم ولی تو آلمانی خب به اون معنی با اون کاربرد استفاده نمیشه. اولیش موگن اون که فلان. موگن اون که موگن یعنی چیزی رو دوست دارم. I like something. یه چیزی رو دوست دارم من چه میدونم فلانی رو دوست دارم من پنیر خیلی دوست دارم من پنیر دوست دارم یعنی چی یعنی من پنیر رو با علاقه میخورم پنیر رو دوست دارم من کیک شکلاتی خیلی دوست دارم ولی گه فلان یعنی از فلان چیز خوشم اومده مثلا همین مثالمون که اینجاست مبلت خیلی قشنگه من خیلی ازش خوشم اومده نمیگیم من تو رو دوست دارم چون یا میگم یا کسی رو دوست داریم یا اگر چیزی رو دوست داریم مثل پنیر یا چیزی که از مثلا داشتنش از خوردنش از اینجوری یعنی مثلا از خوردن پنیر من لذت میبرم به خاطر همین این اینکه که قشنگه من خیلی ازش خوشم میاد میگیم نمیگیم وای مبلتو خیلی دوست دارم اینو از گفلن استفاده می حالا ببینیم خودشونو morgen <applause> du فنزی بنوتسن not sen wenn sie eine person sympathisch finden. ich mag jim ich mag jim oder wenn sie etwas lieben ببینین زمانی که شما یک فرد رو خیلی مثلا مورد علاقتون پیدا میکنین یک زمانی که یکی واقعا دوست دارین یه چیزی رو واقعا دوست دارین ich mag Käse bedeutet ich esse gern Käse aber wenn sie etwas schön finden ist gefallen viel besser اگر به نظر شما یه چیزی خیلی مثلا خوب قشنگه گفلن یعنی من فلان چیز خوشم خیلی بهتره دن زوفا است تال ایش مگ اینجا جواب نمیده Es gefällt mir. اس گفلت میاد نه قبلا باز تو بقیه شباهات با هم خوندیم درسته که زبانی که من میخوام بگم من از اون خوشم میاد من اونو دوست دارم اصلا هر چیزی مثلا ایک مکیزه ایک به عنوان زوبیکت میاد مورگن که به عنوان فعل در حالت ایش صرف میشه میشه مک اس هم که اوبیکت چیزی که من ازش خوشم اومده و آکوزاتی ولی در گفلن قضیه مقداری متفاوته اون چیزی که من ازش خوشم میاد به عنوان زوبیکت میاد این که من از او خوشم میاد من میشم داتی میگم آن خوشایند است برای من این ترجمهش به فارسی میشه آن خوشایند است برای من من از اون خوشم میاد پس این از اونه تو فارسی متممه ولی تو آلمانی همون زوبیکت است این برای منه میشه میا که اینجا در حالت داتیوی قرار پس حواستون حتما به گرامر این هم باشه اشتباه ننویسیم ich gefalle چه میدونم یا ich gefällt es یا ایم یا هر چی نداره ها کلا این یه داتیو داره یه نومیناتیو داره نومیناتیوش اون چیز است که من ازش خوش آمده داتیوش اون شخص است که خوشش اومده از اون چیزه اس گفلت میا من از اون خوش آمد همراه من باشیم میخوایم بریم بقیه فعله ها یا اشتباهات رو با کلمات ببینیم خب بریم سراغ یه اشتباه دیگه قبلا به این اشتباه من اشاره کردم ولی خب الان دوباره هم به اشتباهش اشاره نکردم تو درس ها حتما گفتم برات ولی الان میخوایم اشتباهش رو ببینیم mein Freund und meine Freundin معمولا تو زبان آلمانی اگه شما آقا هستین و میگین mein Freund اگه خانم هستین و میگین mein Freund معمولا بر این منظور برداشت که شما در راجع به پارتنرتون صحبت می‌کنید. یعنی در راجع به دوست دختر یا دوست پسرتون صحبت میکنین نه یه دوست عادی که دارین Sprechen Sie als Mann von meiner Freundin am besten nur, wenn diese Ihre Partnerin ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für Frauen und ihren Freund. پس اگه دارین آقا هستین و دارین از دوستتون صحبت میکنین معمولا اینجوری برداشت میشه که و مثلا بهتره که اینجوری صحبت بکنین اگه میگین زی اس من منظور که این دوست دخترم یا اگه میگین ای اس منظور این که این دوست پسرمه اگر میخواین بگین یکی از مثلا دوستمه ولی خب دوست دخترم نیست این فرند این فن میا این فرند فن میا یا این فرند فن میا این یکی از دوستامه یکی از دوستامه حالا میگم دیگه به اون اشاره به پارتنر بودنه ندهد. Elsa ist meine Freundin. است به دویتا دست دست دوست دخترشه. Elsa ist eine Freundin von mir. Elsa ist eine Freundin von mir. میدونین دیگه قرمز و یعنی غلطه و آبی درسته شدارم می میدیسم. بعد ببینین von mir اینجا اضافه میشه. دوستان من. از دوستانمه. Oder Tom ist mein Freund. Oder Tom ist ein Freund von mir. Tom ist ein Freund von mir. این از پس از من فرند و من استفاده بکنید. اشتباه بعدیمون من راجب گفاغن یعنی در واقع گین اون فاغن شد. راجب گین اون فاغن. معموله هم توی آلمانی زمانی که ما از گین استفاده میکنیم منظور اینه که واقعا داریم میریم و مثلا داریم با پا میریم اونجا داریم پیاده میریم اونجا. پس زمانی که استفاده میکنیم مثلا چه میدونم میگیم این uh, دو منظورم اینه که من دارم واقعا پیاده میرم شوایتز ولی خب پیاده که نمیرم سوئیس که بعد معمولا از فقن استفاده بکنم پس حواستون باشه که معمولا اگر دارین با ماشین با یک وسیله نقلیه به جای میرین بعد از فرقن استفاده بکنین چون گین معمولا به معنای پیاده رفتنه گین به دوات دیم دوی چون فست اما تو فوس گین ون دی این فرد است فرقن پس تو آلمانی معمولا این به این معنایه که من دارم با پای پیاده میرم پس زمانی که اگه دارم از یه وسیله نقلیه استفاده میکنم بهتره که بگم فقه دقیقا همطور هم که براتون مثال زدم ام واخننده گیه این دی یعنی دارم پیاده میرم شویتز اما اگه مثلا از آلمان دارم میرم سوئیس خب دارم با ماشین میرم دیگه معمولا مگه تو مرزشون زندگی بکنم ام واخننده فقه واخننده دست این صحیح تره حالا همراه من باشین یه سری نکته باز داره این استفاده از گن فقن که اینم با هم دیگه ببینیم خب ما با هم این ف... صحبت کردیم که کجا بعد از گین استفاده بکنیم کجا از فاقن گفتیم زمانی که دارم از یک وسیله نقلیه استفاده میکنم برای حالا رفتن به جایی بهتر اینه درستر اینه که از فاقن استفاده بکنم یعنی ام واخدند ام شویت. پس آخر هفته من میرم سوئیس. حالا نکته اینه که کجا میتونه این گینه درست باشه زمانی که من واقعا بهتون گفتم تو مرز زندگی بکنم مثلا فاصله آلمان تا شویز من میخوام برم مثلا چونم بیس دقیقه پیاد است همون اگه رد بشم خب اون گینه یعنی پس گین این در شویتس میتونه درست باشه ولی بدون اینکه خب منطقی نیستش که هر کی داره از آلمان میره سوئیس که قطعا بغل دست زندگی نمیکنه پس این موضوع یه ذره غیر منطقی تر میشه و همون فقط براش بهتره اون منشنلیش دستی تو فوس گین سنزی نیش دیرکت شویتس لیبن میگه خب همین دیگه این خیلی موضوع غیر محتمله که شما بخواین پیاده برین زمانی که واقعا تو مرز زندگی نکنید حالا این موضوع یه استثنایی داره که یه سری جاها من میتونم از گین استفاده بکنم در صورتی که دارم از وسیله نقلیه استفاده میکنم اگر که من بخوام برم یه جایی که مثلا میخوام به اونجا اسباب کشی بکنم یا میخوام خیلی مدت زمان طولانی اونجا بمونم دیگه اون اونجا موندن و اونجا رفتن مهمه نه اینکه حالا مثلا به طور مثلا چه میدونم Uh, منظور اینه که البته طور خاص دارم با ماشین میرنم، دارم با هواپیما میرم، دارم با هر چیزی که میرم. اینکه دارم میرم مهمه، اینکه اونجا میخوام بمونم مهمه. یعنی همین دیگه ام، اون اون سینه، اون اسباب کشی من یا اونجا موندنم مهمه. Gen kann dann richtig sein, wenn sie sagen wollen, dass sie an diesen Ort umziehen oder eine sehr lange Zeit bleiben werden. Zum Beispiel viele Menschen sind vor dem zweiten Weltkrieg in die USA gegangen. Viele Menschen sind vor dem Zweiten خب در میگه دیگه اینکه بخوایم اونجا حالا اساس کشیم که میمونیم طولانی بمونیم. خیلی آدما، خیلی آدمای زیادی قبل از جنگ جهانی دوم موو کردن یا رفتن به آمریکا، رفتن به ایالات متحده آمریکا. چون این رفتنه مهمتره یا این مردم آدمایی که نرفتن اونجا مسافرت برگردن که یا نرفتن یه سر بزنن مثلا به پسن خالاشون بیان که رفتن اونجا بمونن این اونجا موندنه چون مدت طولانی بوده پس من از گین استفاده میکنم درسته اینا از مثلا آلمان پیاده نرفتن آمریکا ولی خب گین همچنان اینجا درسته چرا چون یا اومسین کردن یا مدت طولانی اونجا موندن اون تسفاس

امیدوارم که این جلسه برای همه خوب و مفید بوده باشه لطفا حتما فراموش نکنید که کانال ما رو یوتیوب سابسکرایب بکنید و مثل همیشه اگر ویدیو رو دوست داشتین براتون مفید بود لایک بکنید و با بقیه دوستانتون هم به اشتراک بذارید خیلی ممنون که تا اینجا کار همراه ما بودین فیلن تاین فتوشاون اوند بیس